در این قسمت من میخوام در ارتباط با انواع نمونه‌گیری صحبت کنم. به طور کلی نمونه‌گیری به دو دسته تقسیم میشه: روش‌های نمونه‌گیری مبتنی بر احتمالی یا روش‌هایی که ما به صورت تصادفی اعضای نمونه رو انتخاب میکنیم، و روش‌های نمونه‌گیری غیر احتمالی که در اون تصادف نقشی نداره. گرچه تا جایی که بتونیم از روش‌های نمونه‌گیری غیر احتمالی بهتر استفاده نکنیم. روش‌های نمونه‌گیری احتمالی خودشون به 4 نوع تقسیم میشن: نمونه‌گیری ساده یا سیمپل سامپلینگ، نمونه‌گیری سیستماتیک، لایه لایه یا استراتیفاید، و خوشه‌ای یا کلاستر سامپلینگ. متداول‌ترین روش نمونه‌گیری نمونه‌گیری ساده هست. در این روش نمونه‌گیری اعضای جمعیت داره احتمال یکسان برای انتخاب شدن هستن، هیچ کدوم نسبت به دیگری اولویتی برای انتخاب شدن ندارن. انتخاب نمونه ها مستقل از یکدیگر هست و ما در این روش معمولاً از تولید کننده عدد تصادفی برای انتخاب اعضای نمونه استفاده میکنیم. فرض کنید شما یک لیست 10,000 نفری از مشتریان شرکتتون دارید و میخواید یک نظرسنجی انجام بدید و یک نمونه 150 نفری رو میخواید انتخاب بکنید. خب، اگر بخوایم از روش نمونه گیری ساده استفاده کنیم، گام اول این هستش که ما یه سری عدد تصادفی تولید کنیم. بسیاری از نرم افزارهای آماری مثل اکسل، آر به شما این امکان رو میدن که عدد تصادفی تولید بکنید. منظور از عدد تصادفی این هستش که از هیچ الگویی برای تولید اون عدد استفاده نشده. در اینجا من در آر کدی نوشتم که از بین عدد 1 تا 10,000 150 تا عدد تصادفی رو با استفاده از تابل سمپل انتخاب میکنه یا تولید میکنه و این رو در متغیری به اسم S قرار دادم. حالا اگر 10 تا عدد اولی که توی S هست رو بخواید نگاه بکنید، میبینید که این عدد تصادفی تولید شده. شما اگر این کد رو در R استفاده کنید، عدد تصادفی دیگری براتون تولید میشه. پس از اینکه این عدد تصادفی تولید شد، حالا اون لیست 10,000 نفری رو ما جلوی خودمون میذاریم و بر اساس این عددی که تخصیص داده شده افراد رو از توی اون لیست انتخاب میکنیم. برای مثال اولین عضو نمونه ما نفر 6114 توی لیست مشتریان هست، عضو دوم نمونه نفر 4384 هست توی اون لیست، و همینطور تا انتها پیش میرید بر اساس این عدد تصادفی و 150 نمونه از بین مشتریانتون انتخاب میکنید و روی اونها فرضاً نظرسنجیتون رو یا مطالعه دیگه اگه دارید انجام بدید. روش دیگه روش سیستماتیک هست، به این ترتیب که اعضای جمعیت در بازه‌های یکسان انتخاب میشن. این بازه‌ها ممکنه بر اساس زمان، ترتیب یا مکان انتخاب بشن و برای نمونه اول هم به صورت تصادفی از بین کانمونه اول میان انتخاب میشن. فرض کنید شما میخواید یک نظرسنجی رو بین مخاطبان یک کتابخونه، کسایی که از این کتابخونه استفاده میکنن، مراجعه میکنن، انجام بدید. اگر بخوایم از روش سیستماتیک استفاده کنیم و برای مثال از بین هر 20 نفر یکی رو انتخاب بکنیم، این همون عدد کا هست که من اشاره کردم، بر اساس ترتیب ورودی که مراجعه میکنن به کتابخونه، در از بین 20 نفر اول یکی رو انتخاب میکنیم، این میشه اولین نمونه. و بعد فرض کنید که نفر 8 رو انتخاب کردید از بین 20 نفر اولی که وارد کتابخونه میشن، و بعد از اون 20 دیگه میشماریم و اولا نفر 27 رو انتخاب میکنیم، یعنی
20 نفر بعد از نفر هشتم و همینطور هم الی آخر فاصله بین نمونه هامون رو 20 تا 20 تا انتخاب میکنیم و نمونه گیری رو انجام میدیم. روش دیگه روش لایه لایه هست. به این ترتیب شما جمعیت رو به گروه های یک نواختی به نام لایه تقسیم میکنید. این گروه ها از یه جهتی ممکنه با هم متفاوت باشن. برای مثال ممکنه ما تمایل داشته باشیم که زنان رو به شکل مجزا نمونه گیری کنیم، مردان رو به شکل مجزا نمونه گیری کنیم. بسته به نوع مطالعه‌مون داره و اینکه چه جنبه‌ای برای ما خیلی اهمیت داره. برای مثال ما روی ممکنه دانشجویان یک دانشگاه تمرکز بکنیم و رفتارهای سفر اونها رو بخوایم بررسی کنیم. اگر این دانشجوها خوابگاه داشته باشن و نزدیک همون محل دانشگاه باشن، رفتار سفرشون با دانشجوانی که در مثلا شهر ساکن هستن و برای کلاس‌هاشون میان به دانشگاه به نظر میرسه خیلی فرق میکنه. بنابراین نمونه رو ما میتونیم به این ترتیب تقسیم کنیم که به دو گروه: کسانی که داخل دانشگاه ساکن هستن و کسانی که نه، دائما بین دانشگاه و محل زندگیشون در رفت و آمد هستن. توجه کنید که این لایه ها دارای دو ویژگی هستن. یکی این که از همدیگه مستقل هستن، یعنی یک فردی نمیتونه هم تو این گروه باشه هم تو اون گروه باشه. دوم، وقتی این لایه ها رو تجمیع میکنیم به همون جمعیت اصلیمون میرسیم. این دو ویژگی مهم در ارتباط با این هستش که چطور این لایه ها رو تقسیم بکنیم و بعد میایم در هر لایه متناسب با جمعیتی که نسبت به جمعیت کل دارن از روش نمونه گیری استفاده میکنیم. برای مثال اگر در یک رشته تحصیلی نسبت زنان به مردان 20% به 80% هست، توی روش لایه لایه هم ما نمونمون باید منعکس کننده همین تناسب جمعیت در داخل جمعیت اصلی مورد مطالعه باشه. حالا در داخل هر کدوم از این لایه ها ما از روش نمونه گیری ساده که در قبل توضیح دادم میایم استفاده میکنیم و به این ترتیب ما یک نمونه تصادفی رو به این ترتیب جمع‌آوری میکنیم. روش دیگه روش خوشه‌ای هست. در روش خوشه‌ای جمعیت رو میایم به خوشه‌هایی که شبیه هم هستن تقسیم میکنیم، به طوری که تنوعی که توی هر خوشه میبینیم بازتاب دهنده تنوعی هستش که در جمعیت هست. توجه کنید فرقش با روش لایه لایه یا استراتیفاید این هستش که در روش استراتیفاید هر لایه به لحاظ یک جنبه متفاوت بود با لایه دیگر، اما در اینجا خوشه ها به لحاظ رفتاری یا سایر ویژگی ها کاملا شبیه هم هستند و به نوعی بازتاب دهنده جمعیت اصلی هستند، یعنی اینجا استقلال وجود نداره. و بعد از بین این خوشه ها میایم یه سری خوشه ها رو به صورت تصادفی انتخاب میکنیم و همه اعضای اون خوشه رو نمونه گیری میکنیم. فرض کنید ما در بین ساکنین یک شهر میخوایم ببینیم عادت دیدن تلویزیونشون به چه شکل هست، چند ساعت تلویزیون میبینن، که یا تلویزیون میبینن و به این ترتیب. یه روش نزدیک شدن به نمونه گیری برای این مطالعه روش کلاستر هست. به این ترتیب که شهر رو میایم به بلوک های مختلفی تقسیم میکنیم، فرض کنید 200 تا 300 تا 400 تا بلوک، و بعد از بین این 400 تا میایم به صورت تصادفی میگیم فرضاً 20 تا بلوک رو میخوایم انتخاب بکنیم. با استفاده از همون RNG از بین 400 تا بلوک 20 تا بلوک انتخاب میشه و همه اعضای اون بلوک ها ازشون نظرسنجی میشه یا رفتارشون بررسی میشه. این هم میشه روش خوشه‌ای. اما روش های نمونه‌گیری غیر احتمالی دیگه، اینجا شما فاکتور تصادف خیلی مطرح نیستش.
شما بر اساس نظر شخصی یا عمدتا از نظر خبرگان به اون موضوع استفاده میشه تا نمونه های رو در اون جمعیت مورد مطالعه استفاده کنید. یه روش دیگه‌ای که باز تو همین بخش می گنجه روش گلوله برفی هست، اینکه خود نمونه ها نمونه بعدی رو شروع کنن به شما معرفی کردن. همونطور که گفتم این روش نسبت به روش هایی که قبلا من اشاره کردم روش ضعیف‌تری هست، چون فاکتور تصادفی توش لحاظ نمیشه. اما بعضی وقتا ما ناچار میشیم که از این روش استفاده کنیم. فرض کنید شما یک محصولی رو میخواید برای ورزشکاران حرفه‌ای توسعه بدید. فرض کنید ورزشکارهایی که دوچرخه سوار حرفه‌ای هستن یا صخره‌نورد حرفه‌ای هستن. در اینجا دیگه شناسایی جمعیت مثل گذشته، مثال‌های قبلی به این سادگی نیستش. ما باید شروع کنیم افراد رو تو اون جمعیت پیدا کردن. محدوده جمعیت هم خیلی مشخص نیست. ممکنه ما اینجا از روش گلوله برفی استفاده کنیم، به این معنی که ما بالاخره به هر ترتیبی چند تا ورزشکار حرفه‌ای پیدا کنیم و بعد از اونها بخوایم که افراد دیگه‌ای رو که میشناسن، چون احتمالش خیلی بیشتره که اونها در بین دوستانشون ورزشکاران حرفه‌ای دیگری که اون رشته داشته باشن، از اونها بخوایم که اونها به ما معرفی کنن و به این ترتیب نمونه گیری رو انجام بده. گرچه این روش خیلی میتونه تحت تاثیر سوگیری باشه و ما باید خیلی مراقبت‌های لازم رو انجام بدیم، اما بعضی وقتها ممکنه ما ناچار باشیم که از روش نمونه‌گیری غیر احتمالی استفاده بکنیم.